نشوی تا به تو عادت نکنم بگذارم. چه حقیقت گویه زق و قشنگی توش بود. میخوام بگم با همه اینایی که گفتم دوباره رفتی تو دلم این خنجر. تو نیومدی بیرون، برو سر سوالات که ببینم خراب نکنی یه بره. خیلی ممنون آیه دکتر، خیلی امیدوار بودیم که از قبل مصر یه چیزی گیرمون بیاد، ولی فقیر با دم مبارکشون، منظورم مبارک خودشونه نه مبارک کرم، گردو میشکوندن. ولی همچین که مبارک رفت، منظورم مبارک کرم نه دم مبارکشون، تو همین میدون تحریر زدن مقام عظما رو دراز کردن. آیه آره دیگه، من کردم، من گفتم که استراتژیکی نباید رو چیزی که بر میگرده تو پوزمون حساب بکنیم. کسی گوش نکرد، آخرش معلوم میشه بابا تو کیسمون جا نمیشده. مرحوم عفوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که تیر مرده آخر سفرش برگشت به جوونه که تو کوپه قطار کنار دستش نشسته بود، گفت خیلی ممنون که تلاش کردین تو تمام مسیر با من صحبت بکنین که حوصله‌ام یه وقت سر نره. ولی من کرم، طرف هم برگشت گفت برو بابا حالت خوشه، من داشتم آدامس میجویدم. روشن شد یا همچین بذارم که آدامس تو قاطی کنی. آیه دکتر، تظاهرات عراق هم شروع شده، با این وضعیت بهتر نیست مقام عظما به جای این همه سفرهای پرخرج به قم که خرج زیادی نداره، فایده‌ای هم نداره، بلکه که هیچ فایده‌ای هم نداره، به دوست اون مالکی کمک کنه تا از این مخمصه نجات پیدا بکنه. اخر یه کوچیکم همون بزن بهادر چه که خدمتت عرض کردم، به قول خارجی ها بزن بهادر جونیور. مرحوم عبوی همیشه ازش میپرسیدن کی میخوای آدم بشی، میگفت من از این قرتی بازی ها خوشم نمیاد. به هر حال ایشون یه بار به مرحوم عبوی گفتش که بیا ما این 400 تومان بده من خرج کرای خونم کنم. عبوی فرمودم من خودم تو کرای خونه موندم. بزن بهادر چه گفتش که پس ما این 800 تومن بده خودت بیا پیش من زندگی کن. یعنی آیه دکتر مقام عظما دهشویی هم نداره به مالکی بده؟ یعنی وضعش از خونه شاگرد خودش هم بدتر شده؟ سب کن قبل از اینکه حرفی بزنی یه سوال ازت میکنم. بهت میگن که لامپای این استودیو رو به صورت موازی ببند، ولی لامپای اون استودیو رو سری ببند، چه کار میکنی؟ نمیدونم آقای دکتر. جوابش خیلی روشنه، میری سیمکش بیاری که بلد باشه این کارا رو بکنه. اینجا باید بری استراتیجیست بیاری، حرف استراتیجیست رو گوش کن، زیادی هم صحبت نباشه، باقیش به تو مربوط نیست. من خودم استراتیجیست نظام هستم. به یارو گفتن که زود باش گشت تولد شروع شد، گفت به من چه؟ گفت در آخر تولد بچه خودته. گفت خب پس به تو چه؟ میخوام بگم این حرفایی که زدی هیچ کدومش به تو مربوط نمیشه. من اینو نمیبخشم، تا حالا مقام عظما رو دراز میکردی، قابل بخشش بود. حالا دوست جونجونی خودتو بی‌معرفت‌داری هم هستی بره قربونت برم. دوست جونجونی من شدی حالا؟ حالا میخوای اینجوری خودتو آیه دکتر بودم بادر، اگه من نبودم خودم این شدی استراتژی من خودم.